و حالا هم مروری داریم بر مناسبات ایران و اروپا در سالی که گذشت با همکارم فرزانه بسفور که اینجا در با من همراه شده فرزانه در سال گذشته این مناسبات چه فراز و نشیب هایی داشته؟ سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت سال بحرانی رو به لحاظ دیپلماتیک با اکثر کشورهای دنیا داشت و عملا روابطش با بسیاری به خصومت کشید این اروپا از همه بدتر بود یعنی تنش ها و چالش هایی که در مناسبات بین جمهوری اسلامی و اروپا رخ داد بی سابقه تعبیر میشه در سالی که گذشت چندین اتفاق منجر به این شد که روابط اروپا با ایران به این خصومت و کشیده بشه از جمله موضوع اعتراضات 1401 که رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه معترضان خشم اروپا رو برانگیخت ضمن اینکه پیوست خورد با اعتراضاتی که در خیابان‌های اروپا علیه جمهوری اسلامی توسط ایرانیان برگزار شد و خب تاثیر گذاشت روی پارلمان اروپا روی اتحادیه اروپا بر اینکه یک موضع جدیتری رو علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کنند همزمان ماجرای سفر در واقع فروش پهباد به روسیه هم باعث شد که ایران خودش رو درگیر با جنگ اوکراین کنه و از نگاه بسیاری از سهرنگران اروپایی ایران علیه در واقع ناتو و اتحادیه اروپا اعلان جنگ کرد با شرکت در جنگ اوکراین اما اگر بخوایم به برخی موضوعات اشاره کنیم میتونم مهمترین در واقع بخش مناسبات ایران و اروپا رو به نوامبر 1400 در واقع آذر ماه دی ماه 1401. 22 نوامبر 22 بدانم که سپاه پاسداران توسط پارلمان اروپا در لیست سازمان تروریستی قرار گرفت قطنامی که اتحادیه اروپا صادر کرد برای اینکه در واقع پارلمان اروپا صادر کرد مبنی بر اینکه سپاه پاسداران رو در لیست سازمان تروریستی قرار داده بشه شورای اروپا رسما اعلام کرد که پیش از این هم رسما اعلام کرد که با مجلس ایران ارتباطش رو قطع خواهد کرد و با رأی 598 کشور اتحادیه اروپا سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی قرار گرفت اهمیت تصمیم اتحادیه اروپا از اون جهته که بیشتر در سال 81 در دولت اصلاحات در دولت خاتمی اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق رو در لیست سازمان های تروریستی قرار داده بود این روند رو... تغییر روابط سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تفاوت رو نشون میده یعنی ما از زمانی که یک اپوزیسیون رو اروپا در لیست قرار داده بود تا الان که رسما گروه نظامی سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار میده این تغییر رویه اتحادیه اروپا رو نشون میده ضمن اینکه به حال همونطور که عرض کردم مداخله ایران در جنگ اوکراین با فروش پهپاد اروپا رو علیه ایران تغییر رو... در واقع سیاستش رو تغییر داد موضوع دیگه توقف کامل مذاکرات ای, ای برجام هست که در دوران در 1401 مشاهدش بودیم الان در روزنامه هایی که در همون ایام منتشر می به چه روزنامه سازندگی چه روزنامه ابتکار تیترهایی داشتن با این عنوان که چه شد که اتحادیه اروپا دیگه روابطش رو با ما قطع کرد یا چگونه بر اروپا رو ما از دست دادیم یا ابتکار چگونه شد که احیای روابط احیای در واقع توافق برجام منتفی شد در کنار این عدم دعوت از ایران در اجلاس اقتصادی داووس یا عدم دعوت از ایران در اجلاس امنیتی مونیخ یا برگزاری نشست ویژه حقوق بشر که منجر شد به تشکیل کمیته حقیقت یا همه اینها در کنار هم باعث شد که روابط ایران و اروپا به شدت تغییر کنه کاهش و توقف مناسبات تجاری و اقتصادی رو هم داشتیم که در نهایت هم منجر به در واقع موزه خصمانه آلمان شد علیه جمهوری اسلامی که آخرین اقدامش اخراج دو دیپلمات ایرانی از آلمان بود که میشود گفت که روند روابط کاملا خصمانه شده در خب فرضاً فکر می‌کنید در سال پیش رو این مناسبات به چه سمتی بره؟ آیا فکر می‌کنی که روابطی که بین بین ایران و کشورهای اروپا در حال حاضر وجود داره از بین بره کاملا؟ خیلی نمی‌شود با اطمینان گفت که قطع روابط کامل اروپا با ایران رو شاهد باشیم اما چند نفر از تحلیلگران داخلی رو من مصاحبه هاشون رو می‌کندم که با سالنامه های مطبوعات مصاحبه کرده بودم به اونها اشاره میکنم از جمله آقای علی ماجدی که سفیر پیشین ایران در برزیل و آلمان و ژاپن بود او معتقده که سیاست خارجی ایران خب الان در بدترین برحش و اگر ایران سیاستش رو تغییر نده این احتمال هست که اروپا روابطش رو با ایران به طور کامل قطع کنه چون جمهوری اسلامی حالا اصرار داره به نشون دادن تضاد علیه دنیای غرب و اروپا البته او هم نمیداند چرا جمهوری اسلامی چنین رفتاری رو در پیش گرفته اما معتقده که این مقطع زمانی روابط ما با آلمان به صورت بی در واقع خصمانه شده روابط جم... در واقع آلمان علیه جمهوری اسلامی او میگوید زمانی که خود او سفیر بود در آلمان حتی در دوران دادگاه میکنوس و در اوج تنش با اروپا باز آلمان مناسبات اقتصادیش رو با جمهوری اسلامی ادامه داد اما در حال حاضر این مناسبات اقتصادی هم به حد اقل رسیده و تقریبا ایران رو کامل از روابط اقتصادی کنار گذاشتن و اینقدر تا الان سیاست ضد جمهوری اسلامی در آلمان پررنگ نبوده به ویژه که ماجرای پیشنویس قدنامه ضد جمهوری اسلامی و قطنامه حقوق بشری علیه ایران هم توسط آلمان انجام شد بنابراین از نگاه او اگر ایران سیاستش رو در موضوع جنگ اوکراین تغییر نده مشخصا و مواضع ضد روسی نگیره این احتمال هست که روابط ایران با اروپا بدتر هم بشه غیر از او مصاحبه ای هم محمد صدر انجام داده دبیر مجمع تشخیص مسلحت او هم مصاحبهش با سالنامه مجله شرق هست که او هم معتقد خب سیاست خارجی ما در سالی که گذشت سیاست خارجی بدی بود و الان وضعیت جمهوری اسلامی خوب نیست این عضو مجمع تشخیص مسلحت هم معتقده که ایران با فروش پهباد به روسیه در واقع علیه ایران ببخشید علیه اروپا و علیه ناتو اعلان جنگ کرده و اتهام شراکت ایران در جنگی که خب روسیه انجام میده به گونه که میتونه برای جمهوری اسلامی تبعات سنگینی رو به دنبال داشته باشه و در پایان این جنگ حتی از جمهوری اسلامی هم در واقع مورد سوال یا در تو دادگاه های بین المللی مورد اتهام قرار بگیره او هم معتقده که الان اروپا در کنار آمریکا و کانادا سیاست دشمنی و جمهوری اسلامی رو در پیش گرفتند که بی سابقه است تو ارزیابیش در مورد سفر گروسی به ایران در همین سال 1401 هم معتقده که غرب به هر حال بابت دستیابی ایران به سلاح هسته این نگران هست و میخواد مسئله به روش دیپلماسی حل بشه با این همه در خصوص احیای برجام بعید میدونه که چنین اتفاقی بیفته چون اصولگراها دیر فهمیدن که بایستی به برجام برگردن و در مقطعی که بایست نتونستن از فرصت استفاده کنن و الان هم که فهمیدن اشتباه کردن دیگه دیره نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به سالنامه جهان صنعت در خصوص نگاه سیاست خارجیش که این سالنامه هم در سال 1400 یک که خب سال اعتراضات بنبست هسته‌ای و سقوط ریال نامیده در نگاهش به بحث سیاست خارجی معتقده که ما با بنبست هسته ای مواجه شدیم و علا اینکه مقامات جمهوری اسلامی در ماه پایانی مدام ادعا می که قرب در پی, در پی بازگشت مذاکرات هست چون اتفاقی نیفتاد و عملا این وعده ها محقق نشد و این بنبست هستی تعبیریه که روزنامه جهان صنعت از وضعیت سیاست خارجی در سالی که گذشت صحبت کرد. در ادامه برنامه توی بخش دوم در, هم در همین پیرو به بحث سیاست خارجی نگاهی هم خواهم داشت به روابط ایران با کشورهای منطقه که تو قسمت ق... تو قسمت بعدش صحبت, صحبت